نگاهی گذرا به رفتار و سیاست های گروه طالبان در یک سال و نیم اخیر نشان می دهد که گویا قرار نیست شهروندان افغانستان نفس راحتی بکشند در همین راستا اخبار رسیده از افغانستان هایی از آن است که نیروهای طالبان دور جدید بازداشت ها در این کشور را آغاز کردند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. گروه طالبان در هفته جاری در سه مورد اقدام به بازداشت زنان فعالان اجتماعی و فرهنگی کردند. روز یکشنبه هفته جاری نیروهای طالبان در منطقه شینشین غرب کابل با برهم زدن تظاهرات زنان در اعتراض به تداوم ممنوعیت آموزش دختران سه زن معترض را بازداشت کردند و یک روز بعد آنها را به قید زمانت و با وساطت بزرگان محلی آزاد کردند. دومین مورد بازداشت مطیع ویسا فعال حقوق آموزش زنان در کابل بود بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه گروه طالبان آقای ویسا را روز دوشنبه و زمانی که پس از ادای نماز عصر در حال بیرون رفتن از یک مسجد در کابل بوده بازداشت کردند تعمیر ولری د ژوند سهولتونه ولری مرکزونه کې به علاوه بر این روز سه شنبه الله ویسا برادر آقای ویسا با نشر ویدیویی در شبکه های اجتماعی ادعا کرد که گروه طالبان خانه آنها را محاصره کرده و دو برادرش را کتک زده به مادرش حرف های رکیب گفته و تلفن های همراه موتی را با زور گرفته سومین مورد بازداشت رسول پارسی استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی است خبر بازداشت او روز گذشته رسانه شد و گفته می شود که از حدود 20 روز قبل ناپدید شده و در بازداشت استخبارات طالبان است. آغاز روند جدید بازداشت ها از سوی طالبان در کابل با واکنش های گسترده شهروندان افغانستان و جامعه جهانی مواجه شده است. از جمله این موارد بازداشت مطیع ویسا که برای دسترسی دختران به آموزش دادخواهی می کرد واکنش بسیار گسترده را در پی داشته است. هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با اشاره به بازداشت زنان معترض از غرب کابل و آقای ویسا نوشته که پیامی که طالبان با این بازداشت ها میفرستد این است که هیچ کدام از کسانی که برای بهبود وضعیت زنان و دختران تلاش می کنند در افغانستان امروزی در امان نیستند. سازمان اف بینون نیز با نشر بیانیه ای گفته که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان افرادی را که به صورت مسالمت آمیز خواستار حفظ حقوق خود بودند به صورت خودسرانه بازداشت و شکنجه کردند. بسیاری از شهروندان افغانستان روند جدید بازداشت ها را ادامه سیاست سرکوب طالبان می دانند و می گویند که این گروه در تلاش است که سرکوب را بیشتر کند. شماری از مقام های کشورهای جهان نیز به این مسئله واکنش نشان دادند و گفتند که سرکوب کسانی که صدای مردم هستند در هیچ جای جهان کارساز نبوده و در افغانستان نیز کارساز نخواهد بود رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان در توییتی گفته که گزارش های زیادی از بازداشت زنان و مردانی که از دسترسی زنان به تحصیل حمایت می منتشر شده است. او افزود خفه کردن صدای مدافعانی که منعکس کننده اراده مردم است در جاهای دیگر کارساز نبوده و در افغانستان هم موفق نخواهد بود. گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان بارها اقدام به بازداشت منتقدان این گروه و فعالان حقوق زن، فعالان فرهنگی و مدنی کرده است. بر اساس گزارش تحقیقی که سازمان اف بین منتشر کرده، افراد بازداشت شده در زندان طالبان با بدرفتاری و شکنجه مواجه بودند. با وجود اینکه سازمان ملل و جامعه جهانی بارها از گروه طالبان خواسته است که روند بازداشت منتقدان و فعالان اجتماعی سیاسی را متوقف کند اما طالبان در سال جاری خورشیدی این روند را با جدیت بیشتر آغاز کرده است علی اکبری اخبار شیه.